با سلامی گرم پریسا هستم پریسا روز پزشک هومیوپت و مدیر و مسئول روز نچرال کلینیک قبل از اینکه برنامه امروز رو شروع کنم روز مادر رو به همه مادران عزیز تبریک میگم و همینطور فرارسیدن عید نوروز به همه شما عزیزان مبارک باد امیدوارم سال جدید سالی پر از برکت شادی و سلامتی برای همگی باشه برنامه امروز رو به یکی از بیماری های کیسه صفرا که سنگ کیسه صفرا هست اختصاص دادم. کیسه صفرا یک عضو کوچک و گلابی شکله که زیر کبد قرار داره و در اون آب صفرا ذخیره میشه. صفرا در کبد ساخته شده و در کیسه صفرا ذخیره میشه تا برای هضم چربی مورد استفاده قرار بگیره. بیماری های کیسه صفرا علائم مختلفی دارند که شامل سنگینی و ناآرامی تا دردهای شدید که معمولا بعد از خوردن غذا تشدید میشه میباشه. رایج ناراحتی و بیماری کیسه صفرا سنگ کیسه صفرا است که بسیار رایجه و زنان دو برابر مردان به آن مبتلا میشن. آب کیسه صفرا به طور عمده شامل کلسترول آب و نمک های صفراوی و پیگمنت یا رنگدانه ای به نام بلیروبین می باشند. هنگامی که تناسب این مواد در کیسه صفرا تغییر میکنه، سنگ کیسه صفرا شروع به شکل گیری میشه. دو نوع اصلی سنگ های صفراوی وجود دارند، سنگ های کلسترولی که از کلسترول ساخته شدن و 80 درصد موارد بیماری سنگ کیسه صفرا را در بر میگیره. سنگ های رنگدانی که از رنگدانه بیلی روبین ساخته شدند. سنگ کیسه صفرا در گروه سنی مختلف دیده میشه اما در افراد جوان نادره و با افزایش سن ریسک گرفتن سنگ کیسه صفرا افزایش مییابه در افرادی که سابقه خانوادگی سنگ کیسه صفرا دارند افراد چاق افرادی که کلسترول بالا دارن، زنانی که از های ضد بارداری استفاده می کنن، افرادی که از ناراحتی التهاب رودهی رنج می برن، در ریسک بالاتری در مبتلا شدن به سنگ کیسه صف را قرار دارند. تعداد زیادی از مبتلایان به سنگ کیسه صف را ممکنه هیچ علائمی بروز ندن و فقط در اکسری سنگ آنها دیده بشه. ولی بعضی از اونها ممکنه از درد در قسمت بالای شکم که به پشت کشیده میشه شکایت کنند و در مواقع شدید این درد میتونه با تهوع و تب همراه باشه این درد بین دو تا 6 ساعت ممکنه طول بکشه حمله های کیسه, کیسه صفرا و دردها ها میتونه با خوردن غذاهای چرب مثل شکلات، پنیر، شیرنی های چرب و خامه‌ای و انواع آجیل شروع بشه. در سیستم پزشکی هومیوپاتی با کمک داروهای هومیوپاتی و رژیم غذایی مخصوص میتونیم به درمان سنگ کیسه صفرا بپردازیم. در هنگام درمان باید از خوردن غذاهای چرب و مثل پنیر خامه و شیرنی های چرب آجیل باید دوری کنین و میوه‌جات، سبزیجات و آب سبزیجات مختلف رو جایگزین کنید. از داروهای هومیوپاتی که در درمان سنگ کیسه صفرا استفاده میشه میتونیم از بربریس ولگاریس، چلدانیوم، نوکس وامیکا، کالسینتوس، پودوفولیوم، کالککارب، نام ببریم به عنوان مثال بربریس فولگاریز در افرادی استفاده میشه که بسیار حساس هستند درد سوزشی دارند که این درد به معده و شانه کشیده میشه درد شدید در منطقه ران و استخوان‌های لگن هم وجود داره وقتی که فرد ایستاده درد بیشتر اشتهای خودش رو از دست میده همچنین رژیم غذایی خاصی به نام گال بلدر فلاش وجود داره که میتونه در حل کردن و دفع این سنگ ها کمک کنه لازم به تذکره که برای درمان سنگ کیسه صف را حتما باید با پزشک هومیوپت خودتون مشورت کنین و به درمان بپردازین اگر سوالاتی در این رابطه دارین میتونین از طریق ایمیل و فیسبوک با ما تماس بگیرین و سوالات خودتون رو مطرح کنین ایمیل ما info@naturalclinicforyou.com هست و فیسبوک پیج ما روز ناتورال کلینیک. تلفن تماس با ما در وبسایت وجود داره. خوشحال میشم پاسخگوی سوالات شما باشم. برای دوستانی که برنامه های قبلی رو از دست دادن باید بگم این برنامه ها رو میتونین در یوتیوب گوش کنین آدرس ما در یوتیوب روز نشرال کلینیک هستش و با مراجعه به اون میتونین به برنامه ها گوش بدین با امید به اینکه با فرارسیدن بهار و عید نوروز عشق سلامت و سعادت در خانه های شما پایدار باشه و لحظات خوشی رو در کنار هم داشته باشین همگی شما رو به خداوند بزرگ می سپارم خدا یار و نگهدار شما